درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی کانال جدید. از سری برنامه‌های نگاه روز، من حامد صدرا به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند در اتاق فرمان نگاه روز دیگری رو به سمع و نظر شما بینندگان گرامی میرسانیم. همانطور که مستحضرید، از چند هفته پیش شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای توسط مردم ایران در شهرهای سراسر کشور بودیم. به موازات آن، متاسفانه نیروهای امنیتی بازداشت‌های گسترده‌ای در سراسر کشور انجام دادند که بنا به آمارهایی نزدیک به بیش از 3700 نفر بازداشتی داشتیم. متاسفانه چند نفر از این بازداشتی‌ها در طول اقامت بازداشتشون جان خود رو از دست دادن. اصولا در واکنش به این سرکوب چه باید کرد و علل خصوص در حمایت از بازداشت شدگان چه باید کرد؟ در این رابطه شیوا محبوبی، مسئول و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران همراه ماست. درود و وقت بخیر شیوا محبوبی. منم سلام و درود میفرستم به شما و همکارانتون و بینندگان برنامه نگاه روز. خواهش میکنم. شیوا محبوبی، بیش از یک دهه از فعالیت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی میگذره و همیشه ما شاهد این بودیم که کمیته در این لحظات بحرانی دست به اقدامات و کمپین‌های مختلفی زده. آیا در این باز زمانی خاص برنامه خاصی کمیته شما داره؟ بله، طبعا در ما مرتبا از ابتدای اعتراضات وضعیت دستگیر شدگان رو و یورش رژیم رو در سطح میدیای اجتماعی و از طریق به اطلاع رسانی به سازمان‌های جهانی منعکس کردیم. اما در رابطه با این تعداد وسیع دستگیر شدگان که شما هم اشاره کردین، کمیته در نظر داره و از روز دوشنبه 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه یک کارزار وسیعی رو برای آزادی این بازداشت شدگان اخیر به طور مشخص به دست بگیره و بتونه فعالیت‌های مختلف رو در از طریق این کارزار به پیش ببره که تعداد وسیع‌تری رو بتونیم بسیج بکنیم برای فشار به جمهوری اسلامی. مرسی. میشه لطف کنید به صورت کلی بفرمایید که هدف کارزار اخیر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به صورت کلی در چه موضوعی منعطف میشه و چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ بله، توجه داشته باشین که در طول همونطور که اشاره کردین چند هفته اخیر اعتراضات بی سابقه ای به طور واقعی در ایران بوده در شهرهای مختلف. هرگز ما در طول 14 گذشته در این سطح و حجم اعتراضات رو و همینطور از لحاظ کیفیت شعارهایی رو که علیه رژیم دادن و مورد حمله قرار دادن کل نظام جمهوری اسلامی رو ندیدیم. و طبعا خود مردم میدونستن که رژیم تنها حربش دستگیری هستش و مثل همیشه جمهوری اسلامی دست به دستگیری های وسیع زده. به نظر من این شرایط فقط آزاد کردن این زندانیان افراد دستگیر شده نیستش، بلکه هدفمون اینه که از این طریق بتونیم یک همبستگی جهانی رو برای انقلاب مردم ایران، برای اعتراضات مردم ایران به وجود بیاریم. در چند بُعد هستش. طبعا یکی این که از اقداماتی که قرار انجام بدیم، قرار شده که از روز دوشنبه تا پایان ماه مارس ما هر هفته طوفان توییتری بذاریم در یک روز مشخص، در یک ساعت مشخص و اعلام کنیم اسامی دستگیر شدگانی رو که داریم. ما دست زدیم به جمع‌آوری و ترجمه لیستی از دستگیر شدگان اخیر که بتونیم به سازمان‌های جهانی هم ارائه بدیم. در نظر داریم علاوه بر بعد رو به ایران و رو به فارسی زبانان که بتونیم وضعیت این زندانیان رو، چهرهشون رو، اسمشون رو، کجا زندانی شدن منعکس کنیم که گمنام نمونن، که جمهوری اسلامی نتونه هر بلایی سرشون بیاره و این در واقع اعتراضات رو به این شکل هم زنده نگه داریم. و در این حال
از جانب اقدامات بین‌المللی، کمیته همیشه با تعداد وسیعی از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق انسانی تماس داشته، ارتباط‌های وسیعی داره. ما در نظر داریم از طریق نامه و ارسال این لیست و ملاقات با سازمان‌های جهانی، با وزارت‌های امور خارجه کشورهای مختلف، از اینها بخوایم که به جمهوری اسلامی فشار بیارن که این بازداشت شدگان هرچه سریع‌تر آشنا بشن. از طرفی ما در نظر داریم که مرتبا، همونطور که گفتم، اسامی و عکس‌ها اینها رو منتشر بکنیم. در این حال یک مسئله که خیلی مهمه، همین حالا جمهوری اسلامی تمام فشارش رو به این بازداشت شدگان آورده، خیلی از این خانواده ها اصلا مطلع نیستن که بچه هاشون در کدوم زندان نگهداری میشه، به معنی از نظر اونا ناپدید شدن، چون اصلا جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعاتی به اونا نمیده. و این میتونه کمکی باشه که از لحاظ جهانی با ایجاد همبستگی با این اعتراضات، با این خونواده، بتونه فشار بیاره این بازداشت شدگان رو آزاد بکنه و در سطح بین‌المللی مردم بدونن که واقعا اعتراضات اگر در اشکال مختلف حالا هنوز ادامه داره از بین نرفته و تلاش برای آزادی این بازداشت شدگان بخش وسیعی از حمایت از این اعتراضات هستش. بله، به صورت کلی مردم، علل خصوص مردم داخل ایران، چگونه میتونن با کمیته همکاری داشته باشن و با این اقدامات خودشون رو همسو کنن و همگام با این کارزار قدم بردارن؟ بله، تمام بعد مردم و بلخص خانواده های بازداشت شدگان و کلن خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان بخش وسیعی از این کارزار هستن، همیشه بودن بخش وسیعی از کارزارهای ما. و در این مورد ما فراخوانی که میدیم تجمع و تحسن در مقابل زندان ها هستش، همونطور که خانواده ها در مقابل چند زندان روزها تحسن کردن، اما پیوستن مردم این تحسن ها مهم هستش، به خاطر اینکه ادامه دار، فقط تجمعی تحسن یه خاصیتی که داره ادامه دار هستش و میتونه فشار بیشتر بیاره، توجه بیشتری جلب کنه و همین در به اصطلاح در خودش کمک میکنه که جمهوری اسلامی نتونه این زندانیان رو در داخل زندان در اون حدی که میخواد شکنجه کنه و فشار بیاره. و از طرفی من فکر کنم همین حالا شما نگاه کنین، مثلا در خوزستان در استادیوم شعارهایی دادن، در کارخونه های مختلف اعتصاباتی است. به نظر من شعار آزادی این بازداشت شدگان باید یکی از شعارها و خواسته های تمام این اعتراضات باشه. بنابر اخبار 400 نفر زن در شهر ایذ دستگیر شدن و هیچ گونه خبری از اینا نیست. واقعا مردم باید به خیابون بیان و در مقابل دفاتر رسمی جمهوری اسلامی دست اعتراض بزنن، حتی اگر اسم این دستگیر شدگان رو نمیدونن باید خواستار این بشن، اینا باید سریعا به خانواده هاشون جوابگو باشن. و از طرفی من فکر میکنم از طریق مردم شروع کردن در واقع شعار نویسی اعتراضات، این که گفتن باید اینها آزاد بشن، ولی به نظر من این باید در سطح وسیع تری باشه. یکی از چیزایی که ما از مردم میخوایم در سراسر دنیا این که بتونن ویدیوهایی پر کنن، پیام بدن، بتونن از طریق توییتر که در داخل ایران هم با فیلتر شکن امکان پذیر هست دسترسی پیدا کنن، در این طوفان‌های توییتری شرکت کنن، چون این فقط یک اعتراض روی توییتر نیست. ما از مردم به طور وسیع خواستیم که نامه در واقع پیام بدن به روحانی و تمام سران حکومت که در کنار مبارزات مردم هستن و خواستار آزادی بازداشت شدگان. به نظر من دو جنبه است، یکی در داخل در تجمع و تحصن در مقابل زندان ها، و مثلا هنرمندان میتونن همونطور که این کارو کردن ولی به طور وسیع تری بتونن نامه بنویسن و جامعه رو فراخوان بدن به جامعه که خواستار آزادی این بازداشت شدگان بشن. و از طرفی در خارج از ایران ما علاوه بر اقدامات خودمون از قراره توماری هم تنظیم بکنیم که همه بتونن امضا بکنن و از واقعا کسانی که با اتحادیه ها، سازمان ها در تماس هستن، ما ازشون میخوایم که برن سراغشون و ازشون بخوان که قاطعانه نامه بفرستن به جمهوری اسلامی و خواستار آزادی این بازداشت شدگان بشن. به نظر من ما باید به شدت سعی کنیم چهره، اسم و وضعیت این زندانیان رو زنده نگه داریم و با فشار وسیع نذاریم جمهوری اسلامی به راحتی اینها رو در زندان نگه داره. این کمک میکنه که در اعتراضات جمهوری اسلامی دستش بسته باشه برای اینکه بتونه دستگیرهای وسیع تری انجام بده. بله، ممنون از شما شیوا محبوبی که در این برنامه همراه ما بودید. آرزوی وقت خوبی برای شما داریم. روز بخیر. تشکر میکنم.
بله بینندگان عزیز، نگاه روز دیگری رو با هم سپری کردیم. ممنون از شما که در این برنامه نیز همراه ما بودید. تا نگاه روز دیگری، روز و روزگار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.